اگر مایه ماستتون ترش بود چه کار بکنی ماستتون چند روزی شیرین بمونه، و اگر بعد از 6 ساعت ماستتون بسته نشد نگران نباشین، راه حل براش هست. امروز میخوایم با هم دیگه فقط با 2 قلم مواد ماست خوشمزه سفت و قالبی درست بکنیم که تو این روش به هیچ ماده افزودنی دیگه احتیاج نداریم، نه نیاز به نشاسته داریم، نه نیاز به خامه و نه نیاز به شیر خشک. درست کردن ماست کلی نکته و ترفند داره. اینکه چه کار بکنید، از یه مایه ماست ترش ماست شیرین به دست بیارید، اینکه اگر احیانا ماستتون نبست چه کار بکنید سری ماستتون ببنده، و کلی نکات کاربردی دیگه. دوستان ویدیوی امروز یه آموزش کامل جامع هست از درست کردن ماست سنتی و اصیل. به نظرم که آموزش امروز رو به هیچ عنوان از دستش ندین و تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. اولین نکته برای داشتن یه ماست سفت و قالبی استفاده از شیر پرچربه. اگه به شیر محلی دسترسی دارین، شیری که مستقیم از دام دوشیده شده، هنوز کره و خامه ازش گرفته نشده، خب از اون شیر ماست فوق‌العاده‌ای به دست میاد. ولی اگر مثل من به اون شیر دسترسی ندارین، میتونید از شیر گاو، شیرای بازی که لبنیاتی رو میفروشن استفاده بکنین، دقیقا مثل الان من که ماست خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای میده. اگه در نهایت به هیچ کدوم دسترسی ندارین، مشکلی نداره، از شیر پاستوریزه پرچرب استفاده بکنید. الان من این قابلمه رو میذارمش رو حرارت زیاد تا به جوش بیاد. نیاز به هم زدن مداوم هم ندارین. اینکه هر از گاهی همش بزنید که قند و املاح شیر ته‌نشین نشه کفایت میکنه. بریم که بقیه توضیحات رو روی گاز بهتون بدم. خب شیر از اطراف شروع کرد به جوش زدن و کم کم داره این شیر بالا میاد. پس من حرارت رو کمش میکنم که سر نره و همش میزنم. و دیگه از الان به بعد باید با حرارت پایین حدودا 20 دقیقه این شیر بجوشه که شیر یکم غلیظ بشه و در نهایت ماست بهتری هم بهمون بده. اگر از شیرای پاستوریزه پرچربم استفاده میکنین، بهتره که بذارید 10 دقیقه 20 دقیقه دقیقا مثل شیر گاو رو حرارت بجوشه تا آب اضافیش تبخیر بشه، شیر غلیظتر بشه و در نهایت ماست سفتی بهتون بده. هر از گاهی هم باید همش بزنید که قند و املاحش ته‌نشین نشه خیلی. تا داره شیر پشت سر من میجوشه و البته هر از گاهی هم میخوره، توضیح راجع به ظرف تهیه ماست بهتون بدم که خیلی خیلی مهمه. ظرفی که اینجا دارم یکی ظرف سفالی بدون لعابه و اینم ظرف سفالی لعابدار و اینم ظرف شیشه‌ای. این 3 ظرف مناسبن برای تهیه ماست. ظرف فلزی هم کلا بهتون توصیه نمی‌کنم، چون انتقال سرما و گرما توش خیلی راحت انجام میشه و طبق تجربه من به خاطر همین موضوعی که بهتون گفتم ماستتون خیلی آب میندازه. البته همه اینا 100% نیست، استثناء هم داره، ممکنه تو ظرف فلزی ماست بندازین و آب نندازه، ولی در اکثر موارد آب میندازه و خیلی هم میندازه. خب این ظرف سفالی بدون لعاب که من خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه ماستی که داخلش تهیه میشه سفت‌تر از بقیه ظروفه، چون به طور مداوم آب اضافه ماست رو به خودش میکشه، دیوارش همیشه خیست خیسته و ماست سفت‌تری بهتون میده و ماست خوشمزه تری هم میشه. این ظرف لعابی هم دقیقا مثل ظرف شیشه‌ایه، تنها فرقی که داره اینه که درش کاملا بدون لعابه. همیشه بعد از اینکه ماست درست بشه یه مقدار آب زیر در جمع میشه و امکان داره دوباره بشه که روی ماستتون و ماستتون رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی این در بدون لعابه کل این آب رو به خودش میگیره و دیگه آبی نمیشه که روی ماستتون. برای ظرف شیشه ای هم این اتفاق میفته. کاری که باید انجام بدین اینه که یه پارچه بعد از اینکه حالا مواد ماستتون رو ریختین، یه پارچه روی سطح کاسه قرار بدید و بعد در روش بذارید که اون پارچه آب اضافی به خودش بگیره و روی ماستتون آب نچکه. حالا یه نکته مهم برای تهیه ماست اینه که من ظرفا رو الان گذاشتم روی 2 تا پتو و همینجا ماست رو درست میکنم و همینجا ماست بسته میشه. نکات ماست خیلی زیاده، ممکنه یه سریش از قلم بیفته. بعد از اتمام ویدیو اگر نکته‌ای به ذهنم رسید حتما تو قسمت دیسکریپشن براتون می‌نویسم. قسمت توضیحات پایین ویدیو رو حتما بخونید. اگرم تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش بکنین و تو قسمت کامنت ها
برام یه قلب قرمز یا یه گل بذارید تا به رشد کانالی که متعلق به خود شما عزیزانه کمک بزرگی کرده باشین. از حمایت تک تک شما خیلی خیلی ممنونم. خب دوستان، شیر کامل آماده شد. فقط الان من مستقیما میرزمش توی ظرف نهایی که میخوام داخلش ماست درست بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه شیر بعد از اینکه یکم خنک بشه رو سطحش یه رویه‌ای میبنده که در نهایت به همون ماست رویه دار سفت میده. اگه داخل قابلمه خنک بشه دیگه این رویه رو تقریبا میشه گفت نداریم. چقدرم داغه؟ خب من اینو کامل پر نمی کنم، یکم سرشو خالی میذارم برای مایه ماست. تا داره شیر این طرف به حال خودش خنک میشه و با اون دمای مورد نظرمون میرسه، چند تا نکته خیلی مهم در مورد مایه ماست بهتون بدم. اول از همه اینکه مایه ماستتون هر طعمی باشه، تقریبا ماستتون هم در نهایت همون طعم میشه. اگر که مایه ماست شیرین باشه ماستتون شیرین میشه، اگر ترش باشه ماستتون در نهایت ترش میشه. البته که من بهتون راه حل میدم برای اینکه اگر مایه ماستتون ترش بود چه کار بکنی ماستتون چند روزی شیرین بمونه، اما خب این قاعده تقریبا کلیه. دوم از همه اینکه هیچ وقت مستقیم مایه ماستتون رو از توی یخچال نیارین بریزین توی شیر، چون ما یه دمای خاصی رو برای ماست زدن احتیاج داریم و اگر ماست سرد و خنک یخچالی رو مستقیم بریزین توی شیر دمای شیر کمتر میشه و امکان داره که ماستتون بسته نشه. و آخرین نکته مهمی که باید بگم اینه که از ماست طبیعی استفاده کنیم به عنوان مایه ماست. از ماست شیر خشکی سوپرمارکتی ترجیحاً استفاده نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه شیرای ماستای در واقع سوپرمارکتی حجم بیشتری از اونو نشاسته تشکیل میده و شیر خشک، و اون باکتریای مفیدی که ما لازم داریم برای تهیه ماست رو به اندازه کافی نداره و امکان داره که ماستتون بسته نشه. ببینید دوستان، به ازای هر یه لیتر شیر شما نیاز دارید به یک قاشق غذاخوری پر ماست طبیعی، که البته من بهتون پیشنهاد میدم به جای یه قاشق دو قاشق بزنید که ماستتون سفت‌تر و خوشمزه تر بشه. ولی اگر از اون ماستای سوپرمارکتی استفاده میکنین، به جای یه قاشق پر مجبوری 4-5 تا قاشق بزنید که اون میزان باکتری مفیدی که احتیاج داریم تامین بشه. پس اگر به هر دلیلی مجبور شدین از اون ماستا استفاده بکنید، بیشتر از ماست استفاده بکنید به عنوان مایه تا در نهایت ماستتون بسته بشه و به مشکلی بر نخورین. بعد تقریبا 45 دقیقه دمای شیر پایین اومده و به اون دمای مورد نظرمون رسیده. بهترین دما برای ماست زدن دمای بین 40 تا 45 درجه هست. حالا اگر دما سنج ندارین، این انگشت کوچیک بهترین انگشت برای تشخیص گرما. این انگشت کوچیک رو از یک گوشه داخل شیر ببرین تا 10 شماره این دستتون رو توی این شیر نگه دارین. دمای این شیر باید یک کمی از دمای بدنتون گرم تر باشه، ولی دست رو به هیچ عنوان نسوزونه. این نکته خیلی مهمه، چون اگر شیرتون داغ باشه بدن ماستتون خیلی آب میندازه. خب حالا من تا 10 شماره شمردم، شیر کامل گرم بود ولی دستم رو دیگه نسوزون. بعد از این 10 ثانیه کم کم شروع کرد به سوختن. خب الان همونطور که گفتم، به ازای هر یه لیتر شیر یه قاشق غذاخوری پر باید ماست طبیعی بزنید، که من گفتم دو برابر در نظر میگیرم، یعنی دو تا قاشق غذاخوری میزنم که ماستم سفت‌تر و خوشمزه تر بشه. ولی هیچ وقت ماستتون رو به صورت مستقیم نریزین توی ماست، توی شیر، چون که این روه به هم میریزه. با یکم شیر ولرم رقیقش بکنین، تقریبا به همون اندازه که ماست دارین همونقدرم شیر بریزید که ماستتون رقیق بشه. یکم همش میزنم که این ماست و شیر با هم یه دست بشه و بعد از یه گوشه خیلی آروم این روه رو کنار میزنم و این مایه ماست رو خیلی آروم میریزم داخل شیرم و با قاشق خیلی آروم از اون کف شروع میکنم به هم زدن. خیلی نمیخواد هم بزنی، یه 3-4 دوری که هم بزنی کافیه، چون اگه بخواید خیلی هم بزنید این روه ای که روش تشکیل شده به هم میریزه.
دوستان من ماست خیلی درست کردم، هم برای مصرف روزمره، هم برای تهیه دوغ محلی، دوغ گازدار محلی، هم برای تهیه کشک خشک محلی و قره قروت. آموزش هر کدومون که خواستید، دوغ گازدار یا کشک خشک محلی و قره قروت رو تو قسمت کامنت ها برام بنویسید که خیلی سریع ضبط بکنم و براتون آپلود بکنم. خب روی این یکی هم همونطور که گفتم یه پارچه باید بندازیم و درش هم میبندیم. حالا روزرو ماست رو کامل میپوشونم با دو تا پتو مسافرتی. اگر تو فصل پاییز که یه کمی هوا خنکه ماست درست میکنین، همین دو تا پتو کفایت میکنه. اگر تو فصل زمستون که هوا سرده ماست رو درست میکنین و این ویدیو رو میبینین، از سه تا پتو استفاده کنین و بهتره که کنار بخاری یا شوفاژ ماستتون رو آماده کنین و اون پتوی سومم روی بخاری یا شوفاژ بذارید کامل داغ داغ بشه، بندازین روی ظرفای ماستتون و بعدش هم این دوتا پتو رو دورش بپیچین. اگر هم تو تابستون این ویدیو رو میبینین، همون یه پتوی مسافرتی کفایت میکنه به شرط اینکه به دور از باد کولر و پنکه باشه. حالا حدوداً 4 ساعت و نیم طول میکشه که این ماست کامل خودش رو بگیره و آماده بشه، ولی اگر مایه ماستتون ترش بوده باشه، بعد از 4 ساعت و نیم سری ماستتون رو از داخل پتو خارج بکنید. ولی اگر ماستتون برعکس خیلی شیرین باشه، گنجایش اینو داره که حتی 7-8 ساعت هم این ماستیر این پتو بمونه تا خوشمزه تر بشه. در هر حال این ماست بعد از 4 ساعت و نیم آماده است، ولی اینکه بذارید بیشتر بمونه یا اینکه رأس همون 4 ساعت و نیم بردارین از زیر پتو دیگه به انتخاب خودتون هست. و یه نکته مهمتر، اگر ماستتون بعد از 5-6 ساعت نبست، یعنی به همون صورت به شکل یه شیر باقی موند، برای اونم راه حل داریم. اگه ماستتون نبست، کافیه یه ظرف آب گرم درست بکنید و این ظرفای ماست رو داخلش قرار بدید. بیشتر از نصف دیواره این ظرف ماستتون رو باید اون آب در بر بگیره و بعد در اون ظرف هم ببندید. بین نیم ساعت تا نهایتا 1.5 ساعت طول میکشه که اون ماست کامل خودش رو بگیره و ببنده. ولی یه نکته مهم داره، اینه که به این روش ماستتون خیلی آب میندازه، اما در هر حال بهتر از اینه که ماستتون خراب بشه و یه شیر بدون ثمر درست کرده باشین. بریم و برگردیم. بعد از گذشت 4 ساعت و نیم ماستای ما آماده شد. این دستمال هم دیگه کامل خیسته خیسته، یعنی هرچه آب بوده به خودش جذب کرده. این یکی هم بله آماده شده. حالا یه مقدار خیلی جزئی ممکنه رو سطح ماستتون آب جمع شده باشه، اگر میزان جزئیه کاری بهش نداشته باشین. اگر میزانش زیاد هست میتونید با قاشق خیلی آروم و ملایم آب اضافیش رو خارج بکنین. و الان کاری که باید انجام بدیم اینه که یه نیم ساعتی بذاریم بمونه که تو دمای محیط یه مقدار خنک بشه و بعدش هم منتقلش میکنیم داخل یخچال. به مدت 24 ساعت با در باز داخل یخچال میذاریم تا ماست کاملا سفت بشه. و هنگامی که ما میخواییم این ظرف رو منتقل کنیم به یخچال، بهتره که ظرف خیلی تکون نخوره، با کمترین تکون منتقلش بکنید به داخل یخچال. بعد از گذشت این 24 ساعت ماستا دیگه آماده خوردن شده و کاملا سفت شده. حالا بیاین از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینید یه قاشق ازش برمیدارم، حسابی قالبی شده، بدون مواد نگه دارنده است، بدون نشاسته، بدون خام و بدون شیر خوش، 100% ارگانیک. همینطور شما میتونین از این ماستا استفاده بکنین برای تهیه کشک مایه که با نمونه کارخونهش مو نمیزنه، درست کردنش مثل آب خوردنه و تو نیم ساعت آماده است. پس بهتون پیشنهاد میدم این ویدیو رو حتما ببینید و اگرم تا الان به جمع ما اضافه نشدین، کافیه روی این تصویر ضربه بزنید و مستقیما کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدارتون.